هدف این بلند پروازانه، ریشه‌کن کردن بیماری‌های موروثی. این دانشمندان اولین گام مؤثر را در مسیری طولانی برداشتند، ترمیم دی ان ای در جنین انسان. این کار را چگونه انجام دادند؟ در هسته هر سلول ژنوم ما قرار دارد، میلیاردها تکه دی ان ای که دستورالعمل زندگی است. هدف دانشمندان ژن معیوبی بود که موجب بروز بیماری قلبی شدیدی می شود. آنها یک تخمک را با یک اسپرم که دارای ژن معیوب بود بارور کردند. بعد سیستم اصلاح ژن به اسم کریسپر را به آن اضافه کردند. کریسپر دی ان ای را اسکن می کند. درست مثل این که دارد دنبال غلط املایی می گردد. بعد دو شاخه دی ان ای را می برد و ژن معیوب را در می آورد. و بعد ژن سالم دیگری از تخمک را به جای آن می گذارد. اینها چند تا از جنین هایی هستند که در تحقیقات نشریه نیچر اصلاح شدند. از 58 جنین 42 تای آنها ترمیم شدند و هر کدام به مدت 5 روز رشد کردند. هیچ کدام از آنها در رحم زنی کاشته نشدند. این تحقیقات با استقبال گروهی از محققان در لندن روبرو شده که مجوز اصلاح جنین انسان را دارند. آنها میگویند این فناوری می تواند در آینده به خانواده های بسیاری کمک کند. و یا این بیماری که به قلب لطمه وارد می کنه که می تونن زندگی چند نسل رو تباه کنند. بنابراین روشی که بتونه از انتقال ژن معیوب از کودکان به نسل های بعدی جلوگیری کنه برای اون خانواده ها خیلی مهمه. نیکول موبری مبتلا به همان نارسایی قلبی است که در جنین‌های انسانی اصلاح شدند. برای جلوگیری از ایست قلبی در قفسه سینه او یک دستگاه ضربان ساز نصب شده. نیکول با 50% احتمال انتقال این بیماری به فرزندانش روبروست، اما مطمئن نیست که آیا تن به روش ترمیم ژن خواهد داد یا نه. من نمیخوام به فرزندم بیماری بدم که زندگی اونو محدود بکنه یا موجب درد و ناراحتیش بشه. این چیزیه که هر وقت به بچه دار شدم فکر میکنم از ذهنم میگذره. من نمیخوام یه بچه بی نقص درست بکنم. فکر میکنم بیماری من در شکل گرفتن شخصیت من دخیل بوده. و عده‌ای هم نگرانن که ترمیم ژن در آینده منجر به دستکاری ژنتیکی برای ایجاد کودکان بی نقص شود. ممکنه به جامعه‌ای برسیم که بعضی ها ژن‌های بچه‌هاشون رو به شکلی دستکاری کنن که این بچه‌ها نسبت به بچه‌های دیگه برتری‌هایی داشته باشن و مردم بر اساس ژن‌هاشون مورد قضاوت و ارزیابی قرار بگیرن، نه شخصیتشون. علاوه بر نکات اخلاقی، نگرانی‌هایی هم از نظر ایمنی وجود دارد. در گذشته موارد اصلاح ژن در جنین انسان در چین منجر به بروز عیوب جدی در دی ان ای شد. بنابراین پیش از استفاده از این روش برای کمک به بیماران تحقیقات بیشتری باید انجام گیرد. تیمی از پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا برای نخستین بار موفق به اصلاح ژن یک بیماری مادرزادی قلب در جنین انسان شدند. آنها میگویند این فناوری علاوه بر درمان عارضه قلبی در جنین، مسیر ارثی انتقال آن را به نسل‌های بعد هم مسدود می‌کند. همکارم دکتر شیده رضایی اینجا در استودیو هست با ما. برای توضیحات بیشتر شیده، درباره این روش به کار رفته برامون در اصلاح ژن توضیحاتی لطفاً بده، و اینکه بیماری قابل درمان از این طریق چه بیماری‌هایی میتونن باشن؟ ببین، روش به کار رفته در اصلاح ژن تکنیکیه که به اسم کریسپر شناخته شده در طی حداقل 2 سال گذشته. این تکنیک توانایی یافتن و جایگزین کردن قسمت معیوب ژن رو داره و در داخل هسته سلول در واقع یه نوع الگوبرداری از سیستم دفاعی باکتری ها و در به صورتی که ویروس رو از بین میبرن، چون ویروس در بیماری برای باکتری هم محسوب میشه. بخشی از دی ان ای که توالی های کوتاه و تناوب های متعدد داره قابلیت این رو داره که حمله کنه و بشناسه قسمت های جهش یافته و معیوب رو و اون رو برش بزنه. در واقع مثل یه قیچی عمل میکنه، بخش معیوب رو مثل قیچی میبره و اون رو از بین میبره، بعد خود باکتری اون رو جایگزین میکنه. اینا از این تکنیک استفاده کردن دانشمندان پورتلند یا اورگان و تونستن
یه چیزی رو بهش اضافه کنن، یعنی دی ان ای قسمت سالم، توالی سالم دی ان ای رو هم اضافه کنن که اون بیماری مادر، به غلط ما به بیماری های داخل رحم میگیم مادرزادی، که اون بیماری قلبی رو که در جنین بارز بود ایجاد میشده از بین ببرن. و در واقع از لحاظ نظری وقتی میپرسید چه بیماری های قابل درمانه از این طریق، همه بیماری هایی که عاملشون از طریق ژن ها منتقل میشه، به صورت ارثی منتقل میشه، یا همه بیماری هایی که بعداً به دلیل جهش های ژنی در واقع ژن مختل وارد سیستم انسان میکنه مثل سرطان ها، از این طریق میتونه قابل درمان باشه. این موضوع خب یک جنبه اخلاقی داره که حالا اون به کنار، از لحاظ پزشکی این روش چه عوارضی ممکنه داشته باشه؟ ببینید تقریبا مدتی پیش اینو چین استفاده که بر درمان سرطان، همون قسمتی که گفتم این بار در پورتلند یا اورگان اضافه شده، اونها نمیتونستن قسمت سالم ژن رو اضافه کنن وقتی که قسمت معیوب رو قطع میکردن، در اینکه خود سلول باید دوباره میساختش و به صورت یکی در میون دوباره غلط رو میساخت. حالا چون قسمت سالم رو این کپی پیست کامپیوتر، یه قسمت سالم هم با این قیچی وارد سلول کردن، در نتیجه خود سلول موفق شد اون بخش سالم رو کپی کنه و جایگزین کنه با بخش معیوب.